با سلام و درود به یاران عزیزم، با آرزو توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلی مراحل زندگی. وقتی که ما به شبه جزیره العرب نگاه میکنیم، مشاهده میکنیم که از شمال به ناحیه منذریان و قسانیان و قبیله بکر ابن وائل منتهی میشه، از این سمت هم یمن در قسمت جنوبیش وجود داره و در میانش کویر برهوت و صحرای لمیزرع، و اون وقت پشت این کویر و صحرای لمیزرع مکه و مدینه و جده و طائف قرار گرفتن که حالا به صورت شهرهایی در اومدن. اینجا معمولا بادیه نشینان و قبائل متعدد زندگی میکردن. یک زمانی امپراتور بیزانس تصمیم میگیره که از ظرفیت جنگجویی این قبائلی که در اون سوی خلیج فارس و دریای عمان زندگی میکنن بر علیه حریف تاریخی خودش یعنی امپراتوری ساسانیان استفاده بکنه. اما چون این قبائل همه پراکنده بودن و اتحادی بینشون وجود نداشت، به همین دلیل ظرفیت در داخل خود شبه جزیره خونسا میشد. این بود که امپراتور روم با امیر حبشه یک قراردادی بست، بودجه زیادی در اختیار اون گذاشت برای اینی که اون رو به آیین مسیحیت تثلیثی دعوت بکنه و در اونجا در حبشه کلیساهای متعددی درست بکنه و مردم اونجا رو به دین مسیحیت تثلیثی تبلیغ بکنه و بعد یک سپاهی اونجا کمک کرد تا از مردم حبشه تشکیل بشه و این سپاه به فرماندهی ابرهه حرکت کرد و اومد از دریای بین حبشه و یمن عبور کرد و پا به شبه جزیره العرب گذاشت و صنعا رو فتح کرد و اونجا رو زیر فرماندهی کلیسای تثلیثی مسیحیت بیزانسی در آورد و یمن رو ضمیمه حبشه کرد و خراج‌گزار یوستینیان امپراتور بیزانس شد و از اونجا بر اساس قراردادی که با یوستینیان بسته بود عزم کرد که سراسر شبه جزیره عرب رو در تصرف خودش در بیاره و از جنوب هم مرز باشه با امپراتوری ساسانیان و با ظرفیت کلیه قبائل متحد شده عرب به امپراتوری ساسانیان ضربه وارد بکنه و در واقع با یک نیروی جنگجوی کمکی در برابر ساسانیان قرار بگیره. یعنی چون در برخوردهای نظامی رو در رو مداومن از ایرانیان شکست می‌خوردن، سعی می‌کردند با حمایت از قبیله‌های تازیان در شبه جزیره العرب در جنوب ایران و خواقین ماوراء النهر که بین سیحون و جیحون و اون سو میان مرز چین و مرزهای شمالی خراسان شمالی اقامت داشتند، اونها رو ترغیب بکنه که از دو سو به ایران حمله بکنند و امپراتوری ساسانی و قدرت مرکزیش رو به ضعف بکشونند و بعد اون وقت بیزانس بتونه حمله بکنه و سرزمین‌های رو در ایران تصرف بکنه. این سیاست کلی بیزانس بود.
به همین دلیل هم بود که تصمیم گرفت که یه اتحاد بین القبائلی از طریق نظامی ایجاد بکنه و به همین دلیل هم نیروی رو از آفریقا وارد کرد، از اتیوپی، از حبشه وارد کرد. ابرهه حمله کرد به طرف شمال عربستان و سر راهش تمام معابدی رو که وجود داشت از میان بر می داشت برای اینکه مردم رو به مسیحیت تسلیسی دعوت بکنه و زیر نگین خودش بگیره که همشون خراجگزار و همپیمان با یوستینیان بیزانسی بشن. اما این سپاه به حوالی مکه که رسید در اثر وزش شنهای روان و غلبه یک اپیدمی از پا افتاد و از میون رفت و ابرهه برگشت از میان راه و در یمن اقامت جست و از اونجا دیگه حرکت نکرد. از طرف دیگه ساسانیان برای اینکه مانع اتحاد بین القبائلی این بادیه نشینان عرب بشند، خودشون از طایفه بنی لخم که در حیره ساکن بودند حمایت میکردند و با اونها همپیمان بودند و ملوک منذری که در حیره بودند و عرب بودند خراجگزار ساسانیان بودند و اینها در همسایگی قسانیان بودند که قسانیان یه طایفه دیگری از اعراب بود که اونها در شمال شبه جزیره عربستان قرار داشتند و خراجگزار بیزانس بودند و این دو با همدیگه سرگرم جنگ بودن به طور مداوم، یعنی ملوک منذری و امراء قسطانی که خراجگزاران ساسانیان و بیزانس بودن با همدیگه می جنگیدن. به هر حال بعد از اینی که ابرهه شکست خورد و طرح یوستینیان ناکام موند، در اون ناحیه، در ناحیه یمن، شخصی به نام سیف ابن زیزن حرکت کرد از یمن و خودش رو رسون به ملوک منذری در حیره و از اونجا همراه ملوک حیره رفت نزد خسرو انوشیروان پادشاه ساسانی و از او استمداد کرد تا دست تصرف حبشه رو از یمن کوتاه بکنه. او هم یک سپاه اندکی در اختیار سیف ابن زیزن قرار داد همراه با یک بودجه قابل توجه مالی و اینها اومدند و با کمک ملوک حیره بعضی قبائل تازی رو با خودشون همداستان کردند و یک اتحاد بین القبائلی درست کردند و یک سپاه 30,000 نفره فراهم کردند که سرفرمانده کلشون وحریز پارسی بود و ایرانی های جنگجوی دوران ساسانی که غالباً مرگرزانیان مزدکی کیش بودند سرفرماندهی این سپاه رو به عهده داشتند و اینها رفتند به یمن و در اونجا سپاه حبشه رو در هم شکستند و نجاشی و ابرهه رو از پا انداختند و یمن زمیمه امپراتوری ساسانیان شد. به این ترتیب ما مشاهده میکنیم که طرح یوستینیان ناکام موند و بخش شمالی شبه جزیره العرب یعنی حیره که طایفه بنی لخم در اونجا بود منظم به امپراتوری ساسانیان باقی موند که هیچی. بخش های جنوبی شبه جزیره العرب هم منظم به امپراتوری ساسانیان و خراجگزار ساسانیان شد و سیف ابن زیزن در آنجا به امارت از جانب ساسانیان منصوب شد. در این فضا و در این شرایط بود که محمد ابن عبدالله متولد شدند. اما وقتی که امپراتور روم مشاهده کرد که در شبه جزیره العرب و در افریقا تیرش به سنگ خورده، با
جین سیبیو خاقان ترک در سیهون و جیهون ماوراء النهر که مرز ایران و همسایه شمالیش چین بود قرارداد نظامی منعقد کرد و اونها به سرزمین ساسانیان دستاندازی کردند و این دستاندازی اونها به تحریک امپراتور بیزانس یوستینیان در زمانی اتفاق افتاد که جنگ های دراز مدت میان ایران و روم تازه به پایان رسیده بود و قرارداد صلح 50 ساله بینشون امضا شده بود و از جانب دیگه شورشی که به تحریک یوستینیان در ارمنستان اتفاق افتاد بر علیه حکومت مرکزی ساسانیان باعث شد که انوشیروان دوباره سپاهی فراهم بکنه و به طرف انطاکیه حرکت بکنه و اونجا بخش‌های بسیار زیادی از سرزمین بیزانس رو بگیره و بخواد که قرارداد صلح رو به اونها تحمیل بکنه، ولی عمرش کفاف نداد و از دنیا رفت. سال بعد از تولد محمد ابن عبدالله رسول خدا، انوشیروان ساسانی از دنیا رفت و جای خودش رو به جانشین خودش داد و این ماجرا همچنان ادامه پیدا کرد. بعد از این که خسرو انوشیروان تخت سلطنت رو به فرزند خودش هرمز چهارم واگذار میکنه، ایران در برابر بیزانس و در برابر چین نهایت اقتدار رو داشته و در شبه جزیره العرب هم از یک سو در شمال بنی لخم یعنی منذریان خراجگزار ساسانیان بودند و از یک سو یمن در تصرف ساسانیان بود، یعنی تقریبا بخش اعظم شمال و جنوب شبه جزیره العرب زمینه امپراتوری ساسانی بود، ضمن اینکه در افریقا هم اینها حضور داشتند. این وضعیت ایران در زمانی بودش که انوشیروان چشم از جهان فرو می‌بنده و تخت سلطنت رو برای فرزند خودش هرمز چهارم میذاره. هرمز چهارم که دوران سلطنتش 11 سال به درازا میکشه، در زمان او ما مشاهده میکنیم که جنگ های بسیار زیادی بین ایرانیان و بیزانس در گرفت و در تمامی این جنگ ها ایرانیان بودند که پیروز میشدند و بیزانس قبول میکرد که مالیات بده و خراج بده و دست از جنگ بکشه، اما باز یک ترفند دیگری میزد و یه جنگ دیگری رو به راه مینداخت که چند سال طول میکشید و دوباره شکست میخورد. اما شکستی که متوقف میشه سیکلش، بعد از اون تشتت بسیار زیاد در نظام اشرافیت و پادشاهی ساسانی بود. عزیزان، خسرو پرویز بر علیه پدرش میشوره و سردار فاتح ایرانی یعنی بهرام چوبین طرف هرمز چهارم رو میگیره و خسرو پرویز از تیسفون خارج میشه و میره کجا؟ میره به آذربایجان
و توطئه های صورت میگیره تا داعی خسرو پرویز بیاد و هرمز چهارم رو دستگیر کنه و به زندان بیاندازه و نابینا کنه و بعدم از میون برش داره. در این شرایط خسرو پرویز به دعوت بندوی میاد و به تخت سلطنت میشینه و اول بندوی رو از میون برمیداره، یعنی دایی خودش رو. بعد بهرام چوبین سردار ساسانی به خونخواهی پدر خسرو پرویز و علیه خسرو پرویز قیام میکنه و خسرو پرویز رو از تخت میندازه پایین و خودش به نام بهرام شاه سکه میزنه و پادشاه ایران میشه و خسرو پرویز فرار میکنه از ایران، میره به بیزانس، یعنی به قلمرو دشمن ایران و به موریکیوس امپراتور روم پناهنده میشه و باهاش قراردادهای بسیار بدی امضا میکنه که قلعه دارا رو پس بده به رومیان، که بخش ایرانی ارمنستان رو به رومیان واگذار بکنه، که خراجی رو که رومیان به ایران تقبل کرده بودن بدن در دوران انوشیروان و در دوران هرمز، اونها رو ابطال میکنه برای اینکه یه سپاهی بگیره و بلنش بیاد و تاج و تختش رو از سردار خودش پس بگیره، یعنی از دشمن کمک بگیره بیاد برای اینکه تاج و تخت ایران رو به دست بگیره بر علیه سردار خودش بجنگه. این مسائل باعث میشه که مردم ایران بدگمان بشن، ببینن که کسی به فکر اونا نیست، دنبال قدرت طلبی خودشونن و این وسط مردمن که بیدلیل کشته میشن. تمام اصلاحاتی که در دوران قباد توسط زرتشت موبد و شاگرد او مزدک موبد صورت گرفته بود، خسرو انوشیروان به واسطه فشار موبدان چنان که در تاریخ نقل شده بین 80 تا 100 هزار مزدکی رو قتل عام کرده بود و اون فاصله طبقاتی رو به عنوان یک قانون ایزدی در جامعه موبدان حاکم کرده بودند، رابطه مردم و حکومت رو گسسته بود از هم دیگه، ولی خب قدرت مرکزی به صورت قاهرانه با وسائل کامل سرکوب عمل میکرد و مردم راهی برای دفاع از خودشون نداشتن، ناچار تمکین بکنن. تا اینکه خود سرداران و اشراف و گردانندگان مملکت به جون هم دیگه میفتند بعد از انوشیروان در دوران هرمز چهارم و بعد دوران خسرو پرویز. ماجرای خسرو پرویز به این ترتیب شروع میشه که به عرضتون رسوندم و بعد اونجوری که فردوسی، طبری و بلعمی گزارش کردند و آرتور کریستیانسن در کتاب ایران در زمان ساسانیان مورد تأیید قرار داده، خسرو پرویز میگه موقعی که من فرار میکردم و داشتم میرفتم به روم برای اینکه از پادشاه روم کمک بگیرم، وارد یه دیری شدم و در اونجا اون راهبی که در اون دیر بود به من گفت تو در این سفری که داری به نتیجه دلخواه خودت میرسی و نهایتا میتونی تاج و تختت رو پس بگیری، اما این ملک بر خانواده شما وفایی ندارد. دلیلش هم آن است که یک شخصی از ناحیه شبه جزیره العرب ظهور میکنه و نقطه پایانی بر خاندان و نیاکان حکومتگر شما میذاره و این امر خسرو پرویز رو به گمان انداخته بود. به همین دلیل بزرگترین خراجگزار ساسانیان، بزرگترین حامی ساسانیان، یعنی بنی لخم، یعنی ایره، که بزرگترین تکیگاه ایران در شبه جزیره العرب بود، مورد سوء ظن خسرو پرویز قرار میگیره و خسرو پرویز نعمان ابن منذر رو دعوت میکنه به ایران و اون رو میندازه زیر پای پیل و از میون میبرش
و بزرگترین همپیمان خودش رو در شبه جزیره عرب به دست خودش تبدیل به بزرگترین دشمن خودش میکنه. و به همین دلیل منظریان که همیشه بر علیه قسطانیان که خراج گذار روم بود به نفع ایران مبارزه میکردند و مانع وحدت قبیله‌ای در شبه جزیره العرب میشدند، به خونخواهی ملک خودشون قیام میکنند و با قسطانیان و قبیله بکر بن وائل هم دست میشن و به سرزمین ساسانیان حمله میکنند و جنگ زوغار در میگیره و در این جنگ بادیه نشینان شبه جزیره عربن که پیروز میشند و خسرو پرویز به جای اینی که بیاد و این شکست رو مورد بررسی قرار بده که دلایلش از هم گسیخته بودن رشته اعتماد میان سربازان و سرداران بوده، 20,000 سپاهی و سردار رو قتل عام میکنه و این بیشتر دل سپاه رو میشکونه. بعدن خسرو پرویز کشته شدن امپراتور روم رو به دست سرداران رومی بهانه کرد و پیمان خودش رو نقض کرد و حمله کرد به روم و در اونجا سردارانش فتوحاتی انجام دادند. حتی مصر و لیبی رو تصرف میکنه و زمینه امپراتوری ایران میکنه و از اون سمت هم تا چین پیشرفت میکنه و به این ترتیب امپراتوری ساسانیان برابر امپراتوری دوران هخامنشیان میشه، یعنی بسیار بسیار عظیم. مرکز قدرت یعنی در رأس هرم جامعه امپراتوری دچار فروپاشی شده بوده و شیرازش از هم گسیخته بوده. اینجاست که از کارتاژ یکی از شهروندان که سردار جنگجوی بیزانسی بود حرکت میکنه، میاد با کشتی و خودش رو به بیزانس میرسونه و سپاهی گرد میاره و میاد به جنگ ایرانیان و این شخص به زبان عربی بهش میگفتند هرقل و به زبان فارسی بهش میگفتند هرگول و به زبان بیزانسی بهش میگفتند هراکلیوس و این یه فرمانده جنگجو بود که وقتی وارد عرصه جنگ شد اون شکست های مداوم بیزانسی ها به پایان رسید و غلبه به اردوگاه بیزانس وارد شد. خسرو پرویز چند بار فرار میکنه و دست از تاج و تخت میکشه و قراردادهایی بین هرقل و پادشاهان ساسانی بسته میشه. اینها ضربه هایی بوده که به بنیان سلسله ساسانی در سالهای 590 به بعد اتفاق میفته. عزیزان یعنی گویی حکمرانان ایرانی، شاهان ساسانی، اینها از یک سو رشته ارتباط رو با مردم قطع کردن، فقط بر زور و سرکوب تکیه میکنن و از طرف دیگه تیشه به دست گرفته و پایه های سلسله ساسانی رو به دست خودشون فرو می ریزن. بعد
شیرویه رو میارن، موبدان و سرداران شیرویه رو میارن و اون خسرو پرویز رو میگیره میندازه تو زندان، پدر خودش رو، و بعدم محاکمش میکنه. به قولی 7 سوال به طور کتبی از پدرش میکنه و خسرو پرویز به طور کتبی بهش جواب میده. تمام سوالات راجع به جباریت و مطلق العنانی خسرو پرویز بوده، هم با مردم، هم با خانواده خودش، هم با بیگانگان. و اینی که چطوری مردم عموماً بر ضد او شده بودند و فشاری که روی شیرویه می اومده برای اینکه پدر خودش رو به دست خودش ترور کنه و به او بگه که این کاری بود که تو با پدر خودت کردی و حالا به سر خودت میاد. و این که به پدرش، یعنی به خسرو پرویز، میگه که آخه تو به چه مناسبت هم نعمان ابن منذر رو کشتی و عربا رو دشمن ما کردی و هم تمام فرزندان خودت رو اجازه ندادی که ازدواج کنند یا از میون برشون داشتی. و اون میگه چون منجمین هم به من گفته بودند که یکی از فرزندان یا نوادگان تو خواهد اومد که ملک رو به دست بیگانگان خواهد داد و اون نفر آخر خواهد بود و من به همین دلیل نمیخواستم که او به دنیا بیاد. و بعد سوال دیگر این بود توسط شیرویه که تو چرا میخواستی یزدگرد رو، نوه خودت رو، همون بعد به تولد بکشی؟ میگه به خاطر اینکه گفته بودن اون شخص یزدگرد خواهد بود و اون چیزی که منجمان در مورد توی شیرویه و یزدگرد گفته بودن به صورت مکتوب الان در خزانه شاهی و در دست شیری نمیتونی بری ازش بگیری بکنی نگاه کنی، اما من تو، یعنی شیرویه و یزدگرد رو زنده نگه داشتم به خاطر عطوفت پدری، ولی حالا میدونم که شما منو خواهیم کشت. در این فاصله تا بخواد یزدگرد بیاد، یزدگرد نوه خسرو پرویز و شیرین بود و از اون قتل عام بزرگی که در میان اون سلسله اتفاق افتاده بود و کار رو به ملوک و طوایفی کشونده بود، بعضی از شاهان 2 ماه حکومت کردن، بعضی ها 40 روز حکومت کردن، بعضی ها همزمان با هم دیگه سکه به نام خودشون میزدن، سلسله ساسانی در اون ایام عزیزان منقرض شده بود. سردارها در توطئه های شاهزادگان بر علیه یکدیگه شرکت میکردند و این امر باعث میشد که بیش از پیش نیروی حکومت مرکزی تضعیف بشه و شیرازه امور از هم گسسته بشه. کشور برپا بود، مالیات ها داده می شد، مردم در جامعه کاستی اسیر بودند، باید خراج می دادند، کار خودشون رو می کردند، اما این سیستم از بالا دچار فروپاشی شده بود تا اینکه نهایتاً به دوران یزدگرد سوم میرسیم که اون میاد و یه مقداری امور رو به دست میگیره و سعی میکنه که اون شیرازه فرو پاشیده رو از نو احیا بکنه و نظام رو یک مقداری روی پای خودش قرار بده. اما دیگه مردم ایران از این همه توطئه و فساد در رأس سیستم حکومتی خسته شده بودند و هر دو امپراتوری همزور با هم دیگه، هر دو مانند دو تا ببر کاغذی شده بودند. این وضعیت سیاسی و نظامی ایران و روم. به همین دلیل هم سردارا از یه طرف فرار میکردن، سپاهی ها از یه طرف نمیجنگیدن و شاهان هم از طرف دیگه میگریختن. یزدگرد سوم خودش فرار کرد از برابر تازیان. ایران جزء برنامه شون نبود، بیزانس بود، روم بود. اصلا تصور نمیکردن به روم لشکر کشی کرده بودن در زمان عمر و تا تصرف دمشق پیش رفته بودند.
بعدن عمر به اونها گفت برگردین، سعد ابن ابی وقاص فرمانده سپاه بود، از اون طرف رفتن مصر رو گرفتن. بعد 12 نفر به نمایندگی از طرف خلیفه دوم اومدن رفتن یزدگرد رو دیدن و بهش گفتن که تو یا خراج به ما بده یا این دین رو بپذیر، و یزدگرد نپذیرفت و استهزاء کرد اونا رو، گفت اصلا شما کی هستین؟ من نیاکانم، بنیان تمدن رو در جهان گذاشتن و شما چی دارین میگین؟ اصلا اومدین دارین با کی برشون میگردن؟ اینها برمیگردن و چون یادشون بود که قبلا چند سال پیش در جنگ زوغار پیروز شده بودن و سپاه ساسانی رو شکست داده بودن، دوباره میان حمله میکنن و در این حمله که به نام جنگ زنجیر مشهوره، باز دوباره سپاه ایران نمی جنگه و اینها پیروز میشن. این پیروزی تاکتیکی پیدا میکنند به سپاه، به فرماندهی سعد بن ابی وقاص با یه سپاه 30,000 نفره. یزدگرد بلافاصله رستم فرخزاد رو که نایب السلطنه و متولی امور خراسان بوده دعوت میکنه به سپه سالاری و رستم فرخزاد میاد و سپاه رو سامان میده و وارد جنگ میشه بر علیه بادیه نشینان شبه جزیره عرب و اونها رو شکست میده در جنگی که به جنگ پل معروفه و یه تعادلی برقرار میشه. این بار سپاه سعد ابن ابی وقاص به استعداد 60,000 نفر متوجه ایران میشند و در جنگی که بین اینها در میگیره رستم فرخزاد کشته میشه و درفش کاویانی میفته به دست بادیه نشینان و اونها پیروز میشن. در به دنبال این اتفاق یزدگرد یک پیکی میفرسته به جانب سعد ابن ابی وقاص و بهش پیشنهاد میکنه که سرزمین های جنوب دجله همه متعلق به شما باشه و مصالحه کنیم با هم دیگه. متاسفانه اون بزرگترین حامی سلسله ساسانیان که در هیره ساکن بودند، یعنی نعمانیان، منذریان، بنی لخ، اینها به دشمن پیوسته بودند برای اینکه ملکشون به دست شاه ساسانی زیر پای فیل انداخته شد. سرانجام بعد از چند جنگ پیاپی پادشاه ساسانی یزدگرد سوم تاج و تخت رو در تیسفون گذاشت و خودش از پایتخت گریخت و رفت. رفت به شرقی ترین ناحیه در خراسان، یعنی به مرو، و در اونجا نیمه شب توسط یک ایرانی، یک آسیابان، در آسیابی که شاه ایران بهش پناه برده بود از پا در اومد. از جانب دیگه ما مشاهده میکنیم که تازیان وارد میشند و سراسر قلمرو به ایران به چنگ تصرف اونا در میاد. دیری به درازا نمیکشه که سلسله امویان پا میگیره و یک استبداد دینی مخوفی در ایران شروع به پدیدار شدن میکنه. دقت بکنین عزیزان که در همون شهر مرو که آخرین شاه ساسانی به دست یک ایرانی ترور میشه،
ابو مسلم خراسانی مروزی قیام میکنه و حرکت میکنه از خراسان تا بغداد، مظفرانه و فاتحانه پیش میاد و تومار مروان آخرین حکمران خاندان اموی رو به زبالدان تاریخ میندازه و بنای سیطره سلسله اموی رو از میون میبره. اما در این حال شاهدیم که ابو مسلم خراسانی مروزی ایرانی که قیام کرده بر علیه استبداد دینی که داره توسط سلسله اموی به نام اسلام بر ایران تحمیل میشه، وقتی که در نبرد خودش بر علیه امویان فاتح میشه، نمیره به سراغ موبدان زرتشتی تا بهشون بگه برگردین و دوباره همون بساط دین دولتی رو که در طول 400 سال یک استبداد دینی رو در ایران حاکم کرده بود دوباره حاکم بکنید. این قضیه بسیار مهمه که مورد توجه قرار بگیره که در درون سیستم حاکمه اختلاف زیاد شده بود. سرداران و پادشاهان و اشراف با همدیگه دائم در حال توطئه چینی و مبارزه بودند. کسی به درد مردم نمی رسید. نه سال پیش از اتمام دوران پادشاهی خسرو انوشیروان در تیسفون، در سرزمین حجاز در ناحیه مکه، رسول خدا محمد مصطفی متولد شد. وقتی رسول اکرم در سرزمین حجاز به سن 9 سالگی رسیدند، خسرو انوشیروان در تیسفون از دنیا رفت و تخت فرمانفرمایی ایران رو به فرزند خودش هرمز که با نام هرمز چهارم تاجگذاری کرد واگذار کرد و هرمز چهارم 11 سال دوران سلطنتش به درازا کشید تا در 590 میلادی قربانی یک توطئه خونینی شد که در اون فرزند خودش خسرو پرویز و برادر زن خودش بندوی دست داشتند. او از سلطنت خلع شد و محبوس شد و به قتل رسید. در زمانی که این اتفاقات در ایران داشت می افتاد، رسول خدا در سن 12 سالگی همراه با عموی خودشون ابو طالب به دیر بصرا در سرزمین شام در قلمرو بیزانس رفتند و با بحیرا جورجیوس راهب اون دیر دیدار و ملاقات کردند. در 590 میلادی بحیرا سرجیوس یا جورجیوس از دنیا رحلت کرد و رسول اکرم در سفر دیگری که به سرزمین شام در قلمرو بیزانس داشتند با
راهب جدیدی که جانشین بحیرا بود ملاقات کردند و در این زمان 20 سال از سن ایشون میگذشت و به لحاظ تاریخی مقارن بود با اون کودتای خونینی که بر علیه هرمز چهارم در ایران اتفاق افتاده بود و در اثنای اون خسرو پرویز به تخت سلطنت نشست. در همون زمان در ایران مشروعیت سلطنت خسرو پرویز توسط بهرام چوبین مورد انکار قرار گرفت و خسرو پرویز که مخفی شده بود از ایران به جانب روم گریخت تا از موریکیوس امپراتور روم کمک بگیره برای بازپس گرفتن تاج و تخت خودش از سردار خودش بهرام چوبین. در راه که حرکت میکرد به طرف روم وارد یک دیری شد که راهب اون دیر مطالب مهمی به خسرو پرویز بیان کرد که در روحیه خسرو پرویز تأثیر عمیقی گذاشت و در سرنوشت ایران هم اثر تعیین کننده به جا گذاشت. خسرو پرویز گفت که اون راهب به من گفت که تو پادشاه ایران هستی و عازم روم هستی و نیتت اینه که کمک بگیری از رومیان و سپاهی بیاری و تاج و تختت رو پس بگیری. در این کار موفق میشی، اما بدون و آگاه باش که در شبه جزیره العرب مردی هست که نقطه پایانی به سلطنت فرزندان تو خواهد گذاشت و از نسل تو شخصی در وجود میاد که او آخرین شاه از سلسله ساسانی خواهد. این حرفی بود که اون راهب به خسرو پرویز گفت. خسرو پرویز در سال 95 میلادی به تخت سلطنت نشست. سلطنت در دوران سلطنت خسرو پرویز یعنی 595 میلادی رسول اکرم با خدیجه خاتون بانوی یکتا پرست و حنیفه مکه ازدواج کردند. زمانی که پیغمبر اکرم بین 30 تا 32 سالشون بود، خسرو پرویز که خیالش از پیشگویی اون راهب دیرنشین مکدر بود، پیش خودش تصور کرد که اون عربی که از سرزمین حجاز نقطه پایانی به امپراتوری ساسانی میگذاره چه کسی میتونه باشه، چون اون موقع قسمت اعظم سرزمین حجاز زمینه امپراتوری ساسانی بود، یعنی در جنوبش یمن جزء ایران بود و در شمالش ملک هیره از قبیله بنی لخم حکومت میکردند زمینه ایران بود. خسرو پرویز تصور کرد در تخیلات و اوهام خودش که احتمالاً اون دشمن بنیانکنی که نقطه پایانی به امپراتوری ساسانیان میذاره همین نعمان ابن منذر لخمیه و همین دلیل اون رو به بهانه‌ای به تیسفون فرا خوند و زیر پای فیل انداخت و از میون برد و تمامی سرکردگان منظری رو گرفت و اون ملک نشین هیره رو از حالت
استقلال قبیله‌ای و خراج‌گذاری و همپیمانی با ایران خارج کرد و مورد تصرف قرار داد و یه سردار ایرانی رو فرستاد که در اونجا حکومت کنه. این امر بر کل بادیه نشینان شبه جزیره العرب گران اومد و اونها یک اتحاد بین القبائلی درست کردند، هم پیمان با قسانیان و با قبیله بوبکر بنی واحد شدند و اونها حمله کردند به ایران و جنگی به نام جنگ زوغار اتفاق افتاد که در اون جنگ سپاه ایران شکست خورد و خسرو پرویز وقتی به این شکست آگاه شد دستور قتل عام 20 هزار سردار و سپاهی ایرانی رو صادر کرد و این ضربه دومی بود که خسرو پرویز در حقیقت به اعتماد میان سپاه به پادشاه زد و این نخستین پیروزی نظامی اعراب در برابر ایران بود در پیش از اسلام، پیش از این که پیغمبر اکرم به سن 40 سالگی رسیده باشند و دعوت خودشون رو به عنوان رسول خدا آغاز کرده باشند. سلطنت دوباره خسرو پرویز 37 سال به درازا کشید و در 532 میلادی در طی یک کودتای خونینی توسط شیرویه فرزند خودش و شیرین بیزانسی از سلطنت مخلوق شد و سپس محبوس و سپس مقتول شد. شیرویه هم مدت زیادی حکومت نکرد. بعد از اون دوران تشتت شروع شد که در مدت کوتاهی چندین پادشاه جای یکدیگر رو گرفتن تا اینکه یزدگرد سوم به تخت سلطنت نشونده شد در سن 21 سالگی و یزدگرد سوم نوه شیرین و خسرو پرویز. در این زمان در حجاز هم باز اتفاقاتی می افتاد. نظر به این که پیغمبر اکرم در سال 570 میلادی متولد شدن، در سال 610 میلادی به رسالت مبعوث شدند و در سال 623 میلادی عازم یثرب شدند و در 632 میلادی هم ایشون چشم از جهان شروع بستن.